خوش آمدین به چینل افغان پلیت. امروز ما میخوایم طرز تهیه زمرد پلاو بر شما نشان بتم. تیار کردن شکه از ما یک دوست عزیز ما خواهش کرده بودند که طرز تهیه زمرد پلاو بر ما نشان بتین پخته کردن شه. مواد را که ما بر شما ماندیم، چیزی که لازم است، دو عدد پیاز که ما قبلا میده، یک کیلو گوشت گوسفند که ما شستیم و توته کردیمش، دو دسته پالک که ما توته کردیم و شستیم، سه گیلاس برنج دو ساعت پیش تر کردیم و بانیم که دو ساعت سرشته شوه، نمک به قدر ضرورت، زیره سفید یک قاشق چایخوری که ما با برنج یک جا میکنم، روغن با دیگم انداختم داغ شده، پیاز انداختم که خوب پیاز ما با روغن سرخ شده، سرخ همنی کمه شده و نمک به قدر ضرورت، گوشت مندازم انداختم تا گوشت سرخ کمه رنگ خدا تغییر بده و بر 10 دقیقه ایره میمانم که با پیاز یک جا شوه. ببینین گوشت ما تغییر کرد رنگش و خوشمزه تر میشه. ما ایره خوب شور میتم و آب مندازم، نیم لیتر آب مندازم و خوب شور میتم که آب با موادش گد شوه، یک جا شوه و یک قاشق چایخوری زردچوبه یک جا میکنم به خاطر خوش رنگ بودن گوشت که گوشت خوش رنگ میسازه، سفید نمیمانه رنگ گوشت و خوشمزه تر میسازه. من اینال ما گوشت ما بخار میتم تا زمان ما اینال سبزی را به روغن یک جا میکنم. روغن خوب سرخ کردم، سبزی را میمانم که کم سرخ شوه بر یک ده دقیقه، بعد از او باز از میکسر میکشم، باز با یخنی یک جا میکنم که خوشمزه تر شوه. ما خوب سبزی را شور میتم تا که سرخ شوه بر 10 دقیقه، بعد از او که سبزی ما کم آل زیر ما گل میکنم زیر دیگه، ما بر 10 دقیقه میمانم که سر شوه، بعد از او که سر شد از میکسر میکشم. ببینین ما ماندم که سر شوه سبزی ما، با میکسر مندازم که میکس شوه و میدهش میکنم. وقتی که میده شد با کمک با یخنی ایره میکس میکنم و ضرورت نمیشه دوستان عزیز که شما که سبزی را که شما از میکسر کشیدین او را صاف کنین، اصلا ضرورت نمیشه. ما اینقدر نرم کردیم سبزی را که هیچ اصلا زنده نمانده، درست درست معلوم نمیشه و من ای را کم نمک مندازم. شما به نمک به چیزی که یعنی به دلخواهیتون نمک مندازین، چرا که او به دل خودتان است. من این حال آب جوش ماندم که جوش شد جوش شوه و برنج انداختم که برنج جوش بخوره و بعد از او صاف میکنم. میمانم که برنج دوستان عزیز برنج نرم شوه، قسم شوه که نرم زیاد نی که برنجتان شله میشه و من نمک مندازم که نمک بسیار خوب است به آب برنج
برنج شورمزگک می سازه و ما حالا ببینین برنج صاف میکنم تا چلو صاف و بعد از او باز دم میکنیم. ببینین ما برنج مندازم با دیگم. بعد از او باز یخنی را ما امرای سبزیم یک جا کردیم که با برنجم یک جا کنم. ببینین ما تمام یخنی ما را یک جا نمی کنم چون که برنج ما شله میشه. ما کم کم مندازم. خودتان ببینین که چقدر ضرورت میشه. ببینین چقدر خوش رنگ شده و هیچ ضرورت نشد که ما سبزی را صاف کنم، آبش را بکشم و سعی کنین چقدر خوش رنگ معلوم میشه برنج ما. ما ای را کم دگاه مندازم به خاطر که ضرورت داریم، آبش کم است و یخنیش و زیاد نندازین که برنجتان شله میشه. ما ای را با گوشت یک جا میکنم برنج ما را و گوشت که یک جا کردم دوستان عزیز زیاد دیگتان شور نتین که برنج مشکنه و ما ای را با برنجم کم آیسته آیسته تر ای را گت میکنم که با برنج ما یک جا شوه و ایرم میمانم سرش لچ میمانم. دوستان عزیز پت نمی کنم سر دیگه ما وقتی که دیگه ما ترقص کرد. بعد از او باز روغنش مندازم دم میدم. آله ما زیره را به سرش یک جا میکنم، بروی برنج مندازم و یک جا با برنج نمی کنم. وقتی که روغنش انداختم بعد از او باز چون که روغن ما داغ کردیم و کرایی که داغ شوه و سر برنج ما مندازم، برنج بعد از او شور نمیتم که بوی زیره و بوی روغن خوشمزه تر میسازه برنج ما را. شما ببینین دوستان عزیز من شور ندادم دیگه و میمانم که دیگه ما ترقص کنه و بعد از او روغنش مندازم. ببینین دیگه ما کاملا ترقص کرد و ما روغنش یک جا میکنم. روغنش خودتان میبینین که ما زیاد اضافه نمیکنم. خودتان هرچه قدر که چربی برنج دوست داشتین اونم قدر اضافه کنین. ایناله ما ببینین دیگه دم میتم. تقریبا به مدت 20 دقیقه سرش با فایل میمونم که برنج ما صحیح و واضح و خوبتر دم بگیره. ما هیچ وقت به سر دیگه ما دمدگی نمندازم، فایل مندازم که عرق نکنه و خوشمزه تر و چربتر برنج ما میایه. برای 20 دقیقه ما دم میتم. فعلا منتظر باشین دوستان عزیز. دوستان عزیز ببینین برنج ما دم خورد. حالا ما به ظرف دیگه بر شما میکشم نشان میتم که چه قسم آمده. واقعا یک برنج خوشمزه که واقعا همگی افغانای ما دوست داره. ببینین چقدر رنگش عالی آمده. انشالله که خوش شما آمده باشه، لذت برده باشین از ویدیوی ما و خسته کن نبوده باشه بر شما. من این حاله بر شما به خوری نشان میتم. ببینین چقدر خوش رنگ و مزه دار.